دیگه رسیدیم به تمرینات تخصصی ریز پر در تنبک نوازی. به نام خدا، خیلی خوشحالم که قرار جلسه 8 10 جلسه تا ریز پر در تنبک نوازی رو با هم شروع بکنیم. قبل هر چیزی بهتون بگم که ما توی 7 جلسه گذشته اومدیم با هم فرم 7 ریز و 8 ریز رو ساختیم و تمریناتی برای نوت زینت چپ و زینت راست چپ کار کردیم. و اما دیگه رسیده وقت این که بریم سراغ تمرینات تخصصی ریز پر. قبل هر چیزی اون دوستانی که تازه برای اولین بار دارن ویدیوهای من رو نگاه میکنن، این چنل در ارتباط با آموزش تنبک به زبان ساده است. اگه فکر میکنی این چنل به دردت میخوره، چنل رو سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو فشار بده تا هر موقع من ویدیو جدید آپلود میکنم نوتیف اون رو دریافت کنی. تمرین اول که قراره با هم انجام بدیم به این شکله که شما جفت دست رو تکیه میدید به صفحه یا تنه تنبک، فرق نمیکنه. اگه خواستی به تنه تنبک تکیه بدید، لبه تنبک دست پایین و دست بالا روی خود تنه تنبک. پس لبه تنه، یا اینکه کف دست پایین رو روی صفحه تنبک تکیه بدید و دست بالا روی تنه تنبک بمونه. کاری که باید بکنیم چیه؟ به این شکل حرکت موجی با جفت دست، دقت کنید، به صورت مداوم انجام میدیم. دقت کنید برای اینکه بتونید حرکت موجی روی دستتون جا بندازید، به این شکل دست پایین یا دست راستمون انگشت یک شروع کننده است و به دنبال انگشت یک بقیه انگشتان میان، دست بالا هم همینطور. حالا دقت کنید این موج مکزیکی داخل استادیومه، این که تموم شد اون یکی میاد به این شکل. فکر کنید دونه دونه میخواید انگشتا رو مشت بکنید. حالا همین حرکت رو بر روی صفحه تنبک اجرا بکنید. آروم آروم کار بکنید، به مرور زمان این روی دست شما جا میفته. بریم استارت کار که 5 دقیقه است. استارت. این تمرین نسبت به بقیه تمرینات سخت‌تره. به خاطر همین اگر که وسط تمرین دست شما خسته شد، میتونید یکم آروم بزنید، نه اینکه ول کنید، قدرت رو یکم پایین بیارید. وقتی که دستتون استراحت کرد، میتونید مجددا قدرت رو ببرید بالا. سعی کنید کف انگشت کامل بخوره به صفحه تنبک، دستتون بالا نباشه که بخشی از انگشتتون بخوره، یا اینجوری خم نباشه، کامل کف انگشت اصابت بکنه. و دقت بکنید که حرکت من متصل، اینجوری جدا نیست، این به درد نمیخوره. آروم آروم نگاه کنید به هم متصل باشه. حالا دیگه آروم میتونید سرعت رو ببرید شما بالا. سعی کنید دستان کف دستتون بلند نشه، کف دست بر کامل چسبیده باشه. این کاری که صرفا به عهده خود انگشتان شماست، حتی حرکت موج ما اصلا نداریم، صرفا حرکت موجی انگشت است. گفتم هر وقت که احساس کردید دستتون خسته شد، اینجوری آروم صدا رو بیارید پایین، بذارید یکم انگشت ها استراحت بکنم، ولی ول نکنید، همینجوری ادامه بدید ادامه بدید. وقتی که دیدید دست دیگه حالش جا اومد، دیگه آروم قدرت رو باز بیارید بالا. به مرور زمان شما این تمرین رو که توی 7 روز باید انجام بدید، دیگه باید آخر به جایی برسه که فاز استراحت کمتر باشه یا حتی دیگه از بین بره. صرفا 5 دقیقه به صورت مداوم بزنید. تقریبا نصف کار رو انجام دادیم، خیلی عالیه. حرکت موجی قشنگ باید انجام بشه، ضربه نیست، نگاه کنید این نیستش، حرکت موجه. دقت کنید به واسطه انگشت یک همه انگشت میان بالا،
به واسطه انگشت کمی انگشتم میام پایین، یعنی حتی بالا اومدنم با موجه. خب به این شکل میشه. سعی کنید حین حرف زدن و توضیحات من این تمرینات رو انجام بدید، نذارید دستتون استراحت بکنه، قشنگ 5 دقیقه رو به کوب بزنید و خواهشن زمان رو کم نکنید، ول نکنید، تمرین رو یهو جلو نزنید. حتی اگر که فرصت دیدن این ویدیو رو ندارید، ویدیو رو سیو بکنید تا توی فرصت مناسب مجددا این تمرینات رو با من انجام بدید. گفتم هر جلسه نیازمند 7 روز کار کردنه، پس سعی کنید 7 روز رو تماما انجام بدید. حرکت ساعد ما اصلا نداریم، سعی نکنید با از آرنج یا ساعد تقلا کنید برای اینکه بتونید صدای انگشتا رو در بیارید، صرفا خود انگشته. همین این کارا، همین صدا به وسیله خود انگشت صرفا در میاد، هیچ چیزی بهش کمک نمی کنه. انگشت شست هم که دقت بکنید توی حالت استراحته، نه اینجوری سیخه نه اینجوری خمه، راحت راحت بذارید راحت باشه، چون به مرور زمان وقتی که بخوایم داخل قطعات از ریز استفاده بکنیم، ناخودآگاه انگشت شما یا سیخ میشه یا خودشو میاد خم میکنه و باعث میشه که ریز خوب نتونید اجرا بکنید، حتی باعث میشه که سرعت رو بگیره. خیلی به این موضوع دقت بکنید، شست باید توی حالت استراحت باشه. 30 ثانیه دیگه باقی مونده. سعی کنید این 30 ثانیه رو کامل انجام بدید، توی فاز استراحت دیگه نبرید، حتی اگر انگشتاتون خسته شد. خیلی عالی بود. تمرین بعدی به صورت 4 تا راست چپه، یعنی 4 تا 4 تا هی راست چپ میزنین یا 7 ریز و 8 ریز رو میزنین و بینش یه فاز استراحت داره، یه مکس خیلی کوتاه، صرفا برای اینکه این 4 تا رو سوا بکنیم. در واقع من میخوام به واسطه این تمرینی که به شما میدم بتونید ریز 4 تایی روی انگشتاتون جا بندازید. استارت کار رو میزنم 5 دقیقه. استارت. اون دوستانی که نمیتونن با این سرعت اجرا بکنن، آروم. 7 روز مهلت دارید برای اینکه بتونید به سرعت بالا برسونیدش. سعی کنید قشنگ شیب انگشتا روی دستاتون رعایت بشه. اگه این شیب نباشه روی انگشتان شما، باعث میشه که انگشتا با هم بخورن، به خاطر همین صدای ریز پر نمیده. میشه قشنگ دستا پرتاب بشه رو به بالا، میخوایم صدا کنده بشه روی صفحه تنبک. دقت کنید دست پایین منو که داره پرتاب میشه رو به بالا، رو به عقب داره کشیده میشه، دست بالا هم همینطور داره پرتاب میشه رو به بالا، دارم دستم از صفحه تنبک میکنم. حالت علی کلنگی هیچ وقت ضربه نزنید. علی کلنگی منظورم اینه که وقتی با یه دست میزنید اون یکی دست بالا باشه. خب دقت کنید، الان اومدم علی کلنگی زدم ولی صدای تپ تپ میده. خب قشنگ باید یک دست کارش رو تمام بکنه، بعد دست بعدی بیاد اجرا بکنه، اینجوری صدای قشنگ میده.
دیگه میگم یه نکات خیلی ریزه، اگر که رعایت بکنید به شدت میتونید یه ریز بارونی یا ریز پر قشنگی توی تنبک نوازی اجرا بکنید. سعی کنید وسط توضیحات من اصلا هم نوبل نکنید، شما انجام بدید و صرفا گوشتون با من باشه. که یه صدای پر بده. دقت کنیم من حتی اگر که شیب انگشتم رو بیام رعایت بکنم ولی با نوک انگشت بخوره صدای توپوری نمیده یا دست پایین. الان داره انگشتام دونه دونه میخوره ولی اصلا صدای پری نمیده. ولی اینو نگاه کنید چقدر صدا پر شد. قشنگ کف انگوش بخوره که صدای پر بده. ما منظور از صدای پر توی ریز پر دو تا چیزه، یکی این که انگوش ها دونه دونه بخورن که صدای پر و بارونی بده، یکی این که صدا پر باشه خالی نباشه. دقت کنید یعنی صدای خالیه، تو خالی. این شد صدای تو پر. خب پس سعی کنید دو وجهش رو رعایت بکنید. دستاتون استراحت میکنه من یک توضیح در ارتباط با کلاس‌های آموزشی خودم بهتون بدم. علاوه بر این که شما میتونید از طریق چنل یوتیوب 30% تخفیف در ترم اول دریافت بکنید. اون دوستانی که میخوان در کلاس‌های تخصصی تنبک من شرکت بکنن چه به صورت آفلاین چه آنلاین، کلمه شرایط رو داخل تلگرام ارسال بکنید. لینک تلگرام داخل دیسکریپشن گذاشته شده. علاوه بر اون یک شماره هم گذاشته شده که میتونید پیام بدید. تمرین بعدی تقریبا مثل تمرین قبلیه، به این صورت که شما صرفا باید یه دونه 8 ریز اضافه بکنید، یعنی اون 4 تا رو به جاش 5 تا بزنید. اگه خاطرتون باشه داخل جلسه ای که اومدم زینت راست چپ رو بهتون توضیح دادم، اومدم گفتم 3 تایی بزنید، یعنی بیایید به 8 ریز بچسبونید. حالا شما 4 تا راست چپ بزنید، 7 ریز و 8 ریز بزنید و آخر در انتها بچسبونید به 8 ریز، یعنی بشه. آرومش به این شکل میشه. بریم با هم اجراش بکنیم. استارت. دوستانی که نمیتونن با این سرعت بزنن آروم اجرا کنید، یعنی بشه. گفتن شما 7 روز مهلت دارید که بتونید به سرعت بالا برسونید. خب با این سرعت هم بزنید اصلا اشکال نداره، ما میخوایم صرفاً علاوه تعدادی ریز پر ما ساخته بشه، چون اگه بیایم صرفاً بهتون بگم که ریز پر بزنید امکان داره این دستا با هم جفت بخوره، یعنی یکم ادامه بدید در انتها ببینید که داره دوتا دستتون با هم میخوره. خب ما باید اینو با تمرین تعدادی درست بکنیم که بتونید قشنگ ریز پرتون و دستاتون رو تفکیک بکنید.
لحاظ تعداد حواستون باشه که کم و زیاد نزنید. حتی اگر شک دارید که دارید لحاظ تعداد اشتباه میزنید آروم بزنید. قبلا گفتم دست رو بکنید، دست رو پرتاب کنید به عقب. سرعت بالا بزنید، بعد چندین جلسه باید بتونید به این تارگت برسید. این سرعت. پس وقتی دیدید که هنوز به این سرعت نرسیدید، سعی کنید این تمرین و این جلسه رو مداوم انجام بدید. بذارید روی دستتون بشینه خواهشن. میگم شاید 10 تا جلسه باشه، ولی هر جلسه نیازمند 5 تا 7 روز کار کردن، حتی بیشتر. پس به خاطر همین ساده تمریناتو نگیرید و مو به مو انجام بدید. آرومش همین میشه. چقدرم که بخوام سرعت رو ببرم بالا، هیچ وقت ساعد رو تکون نمیدم، یا حتی اگرم که ساعدم تکون بخوره حرکت مچم غالبه. در واقع بیشتر حرکت مچ منه که داره به چشم میاد. خیلی عالی بود، اینم از تمرین سوم. ممنون میشم اگر تا اینجا یک کار ویدیو رو دوست داشتید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو داخل کامنت ها بهم بگید. چه خوب چه بد، من به همه کامنت ها پاسخ میدم. خیلی ممنون میشم از مشارکت شما. تمرین آخر به این صورتی که شما 7 ریز و 7 ریز رو آروم آروم میزنید و سرعت رو میارید بالا. دقت بکنید. تا هر جایی که میتونید سرعتشو ببرید بالا، یکم نگه دارید و باز آروم سرعتو بیارید پایین. این کارو میخواییم به صورت مداوم توی 5 دقیقه با هم انجام بدید. اصلا وسط این 5 دقیقه تمرین رو ول نکنید. استارت.
توی سرعت پایینم، من برگشت دستو باید داشته باشم، اینجوری نباشه تلپ تلپ بخوره روی صفحه تنبک. نه، برگشت دست خیلی مهمه. خب پس حتما برگشت دستو انجام بدید. یکم نگه میداریم توی اوج و آروم سرعت رو میاریم پایین. امکان داره برای اولین بار چون که دارید اینو انجام میدید دستاتون با هم جفت بخوره، یهو با هم بخورن به صفحه تنبک، ایرادی نداره. اول از همه این که سعی کنید تا جایی که توانایی کنترلش رو دارید سرعت رو ببرید بالا، و نکته بعدی این که توی 7 روز این قضیه درست میشه، پس نگرانش نباشی. حتی اگرم توی 7 روز درست نشد، با تمرین بیشتر چیزیه که حل میشه، پس اصلا نیازی نیست نگرانش باشید. تنها کاری که الان باید بکنید اینه که بتونید کنترلش بکنید تا جایی که میتونید سرعت رو ببرید بالا، حتی شده سرعت پایین باشه. مثلا تا اینجا بیارید بالا، این دیگه کنترلش راحته. بعد آروم باز بیارید پایین، اگر میتونید بالاتر ببرید که خب چه بهتر. کنی که وقتی ما داریم سرعتش رو میبریم بالا، سرعت بالای ریزه پر نیستا. فکر نکنید الان وقتی که داریم سرعت رو بالا میبریم داریم یه دونه ریزه پر میزنیم، نه، صرفا داریم کنترل میکنیم که 7 ریز و 8 ریز رو روی سرعت بالا اجرا بکنیم. به مرور زمان توی این 2-3 جلسه آتی ریزه پر شما خودش شکل میگیره ناخودآگاه، یعنی ما قرار نیست یه کار خارق العاده ای بکنیم که این ریزه پر شما شکل بگیره، به مرور زمان ساخته میشه. الان صرفا داریم 7 ریز و 8 ریز رو به صورت سریع اجرا میکنیم. یکم نگه میدارید روی سرعت بالا، بعد آروم باز میارید پایین. سعی کنید که کل کف انگشتتون برخورد بکنه، 2 تا 2.5 بند انگشت ما باید اصابت بکنه به صفحه تنبک. و اصلا تمرین رو ول نکنید، دستتون رو ول نکنید، استراحت ندید. ما در واقع وقتی داریم سرعت پایینش رو اجرا میکنیم همون فاز استراحتمون میشه. این 4 تا تمرین اولین تمرینات تخصصی مربوط به ریز پر بود و خیلی به شدت مهمه.
اگر شما هر کدوم از این تمرینات رو نتونید انجام بدید، نمیتونید برای جلسه بعدی آماده بشید، چون که همه این جلسات به هم مرتبطن. پس خواهشن این جلسه رو 5 تا 7 روز نگاه بکنید، با من تمرین بکنید و انشالله برای جلسه بعدی، جلسه 9، آماده بشید. خسته نباشید.